بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان بینندگان خوب برنامه زنده و مستقیم روشنا. امیدوارم در هر کجا که هستید و برنامه خودتون را نگاه میکنید، انشاءالله همواره سربلند و سرفراز و سالم و سلامت زندگی کنید. همچنان عرض تسلیت دارم. حادثه تروریستی روز گذشته مسجد جامع فاطمی قندار که منجر به شهادت بسیاری از مردم نمازگزار شد، اولا خدمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و در ثانی خدمت همه مردم مظلوم افغانستان، به ویژه خانواده های داغ دیده. انشاءالله که خداوند خودش پاسخ ای جنایات و جرم های بزرگ در حق مردم افغانستان بدم. این حادثه تروریستی دقیقا یک هفته بعد از حادثه تروریستی و حمله انتحاری به مسجد جامع سیدآباد قندوز اتفاق افتاد و نشان میده که دست های پلید پشت پرده در کار هستند تا وحدت میان مذاهب مسلمان را در افغانستان از بین ببرند، در حالی که غافل هستند از اینکه مردم افغانستان بازیچه دست ای افراد نمیشند و به این سادگی وحدت خودشان را از دست نمیدن الحمدلله. و نمونهش هم همیست که در روز گذشته ما شاهد بودیم که بسیاری از جوانان اهل سنت قندهار به بیمارستان ها مراجعه کردند و خون خودشان را اهدا کردند و زخمی ها و بازماندگان حادثه تروریستی و حمله به مسجد جامع شیعیان در قندار. یک روز شنبه است و ما باز هم عزیزان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر خاوری هستیم، از حضور ایشان استفاده میکنیم. اجازه بدید قبل از اینکه بحث و گفتگو را آغاز بکنیم یک سلام و احوالپرسی هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم خاوری بزرگوار، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم به حضور شما و همه بینندگان محترم برنامه روشنا و همینطور عرض تسلیت دارم این حادثه تروریستی که در دیروز اتفاق افتاد و همینطور هفته قبل هم ما با این حادثه روبرو بودیم و امروز که آغاز روز امامت و رهبری حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست، دعا میکنیم که حضرت خودشان ظهور کنند تا صلح و امنیت و آرامش برای دنیای ما و برای کل انسانهای کره خاکی به ارمغان بیارن. الهی آمین. الهی آمین. بسیار تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، ما همطور که شما بزرگواران هم میدانید شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 اختصاص داره به برنامه شما و شما بزرگواران میتونید که هر کدام سوال، انتقاد یا پیشنهاد که در مورد برنامه خودتان، برنامه روشنا دارید، از طریق واتساپ و این شماره با همکاران از ما در ارتباط شوید، سوالات خودتان را روان بکنید. حتما سعی میشه که با سوالات شما بزرگواران پاسخ داده شود. در روزهای شنبه همطور که میدانید موضوعی که با خانم دکتر خاوری بحث میشه در مورد بخشندگی و بخشش است. تو یک چند شنبه گذشته در مورد بخشش صحبت کردیم و خانم دکتر خاوری برای از شما روایت بسیار زیادی را و آیات را قرائت کردند که نشان عظیمی داد که در فرهنگ اسلامی بخشش بسیار ارزشمند هست. تو روایت بسیار زیادی هم در این زمینه وجود داره. بر ما و شما امری پوشیده ای نبوده، به این خاطر که ما از زبان بزرگانمون شنیده بودیم، از زبان مادر کلان، پدر کلان، به سر منابر این مسئله رو شنیده بودیم و میدانستیم چنین مسئله ای است. و خانم خاوری، روایات بسیار زیاد هم هستند. یک روایت بسیار زیبا میگه که فرد بخشنده به خداوند نزدیک است، به مردم نزدیک است و به بهشت نزدیک است. اما مسئله است که ما به عنوان یک فرد میدانم روایات بسیار زیاد وجود دارند و همچنان از لحاظ اجتماعی هم میدانم که آثار بسیار زیاد در اجتماع داره بخشش. قطعا یک جامعه ای که مردم در او بخشنده باشند
یک جامعه است که به فقرا کمک میشه، به نیازمندان کمک میشه، احتمالا فاصله بین غنی و فقیر کمتر میشه. آثار منفی اجتماعیش به زهکاری ها و جرم هایی که ممکنه ناشی از فقر باشه احتمالا در جامعه کمتر میشه، و آثار همدلی بین مردم قطعا یک آثار بسیار مثبت است که جامعه بهره مند میشه از این آثار. اما ما چه کار بکنم که بخشنده باشم؟ چون یک نفر است که تمام اینها را علم داره و میدانه که چنین مسئله است. اونطور که ما و شما میدانیم در روایت ها شنیدیم، پدرکلان، مادرکلان، خانواده های از ما هم مسلمان هستند، بسیار عقیده داشتن و بخشش و صدقه دادن به هر نحوی. اما شاید علارغم تمام این آگاهی ها و دانایی ها ببینیم افرادی را که اصطلاحا میگن دست خشک هستن و برایشون بسیار سخت است که کوچکترین چیز را که در دستشان است به دیگران تقدیم بکنند. شاید سختی های زندگی که تحمل کردن، شاید شرایط افغانستان، شاید همین که یک نانی که امروز به دستشان است همیشه نگران هستند که شاید همین فردا دستی از ما نباشه و آل و اولاد از ما گشنه بمونند. اینا همه هستن. چی کنیم تا ما یک انسان بخشنده باشیم و بتانیم که غلبه کنیم برای دلنگرانی ها، استرس ها و مسائلی که باعث میشه که دست از ما بسته شود در برابر بخشیدن به دیگران؟ بله، کاملا درست میفرمایید شما. یک سوال اساسی است که خب بخشندگی بسیار فایده داره. خب ما به عنوان یک انسان میخوام یک شخص بخشنده باشم، باید چه کنم؟ چه عواملی باعث میشه که ما یک شخص بخشنده شوم؟ بخشش مثل خیلی از صفات دیگه که ما میتونیم تقویت کنیم در خودمان یا اینکه اون سطحش را در خودمان بالا ببریم، بخشش هم مثل این صفات است. بنابراین اگر ما این صفت در ما کم است، نمیشه که انسانی رو نداشته باشه، بالاخره مرتبه پایینش حداقل داره. اگر در ما پایین‌تره، ما میتونیم با یک سری نکاتی ایره در خودمون تقویت بکنیم. بنابراین از این جهت نباید نگرانی داشته باشیم. ولی عواملی که باز منجر میشه به این که یک انسان بخشنده بشه، اولین عامل ما نام میبریم با نام توکل به خداوند متعال. چون اگر دقت بکنیم، شاید خیلی از این که ما نمیتونیم بخشش کنیم به دیگران یا به عبارتی شخص خسیس محسوب میشه، به خاطر ایست که خیلی مواقع ما توکل ما نسبت به خدا پایین و کم است در این قسمت. بنابراین اگه توکل را در خودمون بالا ببریم، در خودمون تقویت بکنیم، چون یک ارتباط مستقیم وجود داره بین توکل و بین بخشندگی در انسان. کلمه توکل در قرآن تقریبا 70 مرتبه تکرار شده. بنابراین جزء واژه های مهمه که فرهنگ اسلامی کاملا و اصلا در بعضی از آیات از ویژگی های مؤمن نام برده شده به شخصی که توکل کننده است. ما میدونیم که کلمه توکل از وکیل گرفته میشه. وکیل وقتی است که انسان میخواد کار انجام بده، این کار خودش به هر دلیل انجام نمیتونه بده یا نمیخواد انجام بده، میسپاره این کار را یا واگذار میکنه به یک شخص دیگری که او میتوانه، معمولا در او زمینه توانایی داره، به عبارت واگذار کننده هستش به او شخص. بنابراین ما به این شخص میگیم وکیل. خب در قرآن هم بارها نام برده شده از خداوند متعال به عنوان وکیل، یعنی که خب ما میتونیم کارهای خودمون را کاملا واگذار بکنیم. البته باز این با مد نظر ما قرار بدیم، این واگذاری کار که میگیم به این معنا نیست که ما خودمون بشینیم و کار را انجام ندیم و میگه خدا انجام بده دیگه، ما کاملا درسته بگیم داریم توکل میکنیم و نیاز نیست ما کار را انجام با بده. توکل زانویش دور ببند، کاملا هم کار انجام بده و همچنان توکل داشته باش، کاملا درسته. بنابراین توکل بعد از انجام کار یا در حین انجام کار بگیم، به هر حال
کار را ما به خدا نمیسپاریم، به عبارتی ما اثر کار را به خداوند میسپاریم. کار را ما تا جایی که میتونم انجام میدم، ولی منتظرم که خداوند متعال این اثر بخش بسازه. چون که ما در نگاه اسلامی خود معتقد هستیم که خالق و مبدع این جهان خداوندی است که داناست، بله، قادر است، تواناست و خیرخواه است. بنابراین اگر نگاه ما و اعتماد ما به موجودی که این ویژگی ها را داره و در بالاترین سطح داناترین است و تواناترین است و خیرخواهترین، بنابراین خب چرا توکل نکنیم به چنین موجودی؟ چرا اعتماد نکنیم به چنین موجودی؟ یعنی ما کار خود انجام میدیم، آیا ای که ای کار نتیجه داره، نتیجه مستقیم داره یا غیر مستقیم داره، نتیجه زود هنگام داره یا دیر هنگام داره، اینها رو به خداوند واگذار میکنیم. کاملا درست است. به عبارت ما چون خداوند را در این نگاه و نگرش اسلامی خودمان مسبب الاسباب مینامیم، بنابراین خب چون همه سبب ها را خداوند درست میکنه، بنابراین اثر بخشی کار من هم دست خداوند است و اصلا همینطور خود من، همین که من میتوانم کار انجام بدم و اگر خدا نخواهی که نمیشه، اگر خدا نخواهی برگ از درخت نمیفته، اگر خدا نخواهی من نمیتونم یک قلم به دست بگیرم ماموره نوشته بکنم، اگر این اعتقاد را حقیقتا داشته باشم دیگه در تمام لحظه های زندگی من توکل من به خداوند است. چون اگر خدا نخواهی نمیشه هر چقدر هم که من تلاش بکنم. کاملا درسته. من به عنوان نمونه آیه قرآن را تلاوت میکنم. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. این چی؟ یعنی توکل کن بر خدا و همین که خداوند نگهبان توست کافی است، کفایت میکند، تو را بس است. که اینجا باز مفسرین مختلف میگن که وکیل اینجا به معنی حافظ، کسی که حفظ میکنه، مدبر امور خلق، کسی که امور دیگران را تدبیر میکنه، و از همه مهمتر قیم در تأمین روزی بندگان. حتی چون این قسمت خیلی قسمت مهمی است، تأمین کننده روزی رو هم حتی گفتن که اینجا به معنی در معنی وکیل می گنجه. چون یکی از آثار خداوندی و اینکه خداوند خالق ما انسان هاست، یکی از مهمترینش که باز برای ما خیلی محسوسه و میتونیم خوب مشاهده کنیم و ببینیم، همین رزق و تأمین رزق بندگان هست. بله. بنابراین در تفاسیر این مورد را هم مخصوص ذکر کرده در معنای کلمه وکیل. بنابراین خب ما باید بدانیم که خداوند ما، وقتی من توکل میکنم، خداوندی که وکیل ما هست، تأمین کننده روزی ما هم محسوب میشه. بله. باز یک چیزی به ذهن از من رسید خانم دکتر، که وقتی که ما یک فرد هستیم که به خداوند مهربان توکل داریم و همچنان وظیفه ما ایست که یک کار انجام بدیم و آثار و نتایج و کار را به خداوند بسپاریم، میتونیم این نگاه هم داشته باشیم که خداوند بارها و بارها همچنان در قرآن و در روایت هم ما داریم که اگر که یک نفر یک بخشندگی انجام بده، یک صدقه میده، خداوند گفته که من 10 برابر او را یا بسیار بیشتر به تو برمیگردانم. وقتی من یک بخشندگی انجام میدم، بخششی میکنم، یک صدقه به یک نفر نیازمندی میدم، این کار و وظیفه از ما بوده که انجام بدم و بعد آثاری که برگرداندن 10 برابری دم باشه را به خداوند مهربان واگذار میکنم و توکل ما به خداوند است که خداوند فراموش نمیکنه یک کاری که من انجام دادم و وعده کرده که 10 برابر به من باز میگردانه، چه به صورت مادی بازگشت باشه چه به صورت معنوی ما نمیدونم، ولی بالاخره به من آثارش برمیگرده. در این صورت این توکل بسیار معنا پیدا میکنه با بخشش و من بسیار با خاطر راحت تر و آسوده تر میتونم که بخشندگی را داشته باشم. کاملا درست است. و روایتی هم داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند هر کی امور خودش رو به خداوند متعال بسپارد محتاج نخواهند شد، بلکه دیگران به اون نیاز پیدا میکنند و به سوی اون میآیند.
بنابراین ارتباط بحث بخشش و توکل در ایست، ما چرا توکل را گفتیم؟ گفتیم چون میخوایم یک انسان بخشنده ای شویم. خب چه اثری داره؟ یک اثر شما اشاره فرمودید، یک اثر ایست که همین که شما اشاره کردید، یکی انسان به راحتی میتونه بخشش بکنه، چون اگر من ای آنچه رو که در دست خود دارم ببخشم و توکل داشته باشم به خداوندی که گفتم با او ویژگی هایی که ذکر شد، بنابراین من ساعت بعد نگرانی ندارم که ساعت بعد یا فردا برای من هیچی نباشه، من نتوانم گذران امور خود رو انجام بدم و داشته باشم. بنابراین پس یک اثرش در ایست که انسان با آسودگی خاطر و با آرامش میتونه بخشش بکنه. وقتی که شما خیال شما راحت باشه از این که الان دارید چیز رو میدید ولی نگرانی فردا رو ندارید، برای شما تأمین خواهد شد، خب براحتی میدید و بخشش میکنید. یک اثر توکل ایست و یک اثر توکل در ایست که دیگه انسان دست نیاز به سمت هر کسی دراز نمی کنه. متاسفانه دیدیم که شاید در خیلی جاها این بردن نیاز به سمت انسانها و تکدیگری شاید رواج پیدا کرده باشه یا زیاد باشه یا خوی اخلاق شخصی شده باشه. توکل و این روحیه باعث میشه که انسان دست نیاز به سمت دیگران هم نبره. بنابراین اگر دقت بکنیم در خیلی از آموزه های دینی ما نگاه یک طرفه وجود نداره، یه که فقط به درخواست کننده دستوراتی داده بشه یا فقط به شخصی که بخشش کرده، به هر دو سمت. از این بر به شخص درخواست کننده گفته میشه که درخواست نکن، سعی کن که تا جایی که میتونی نیازت به سمت دیگران نبری و عزت نفس خود حفظ کن. کاملا درسته، عزت نفس خود حفظ کن. و از این طرف به شخص که قرار بخشش بکنه و در جامعه وجود داره تشویق میشه به این که بدهه. این دو تا وقت در کنار هم دیگه گذاشته میشه بسیار جالب میشه، ای که خب این شخص تا جایی که نیاز داره سعی کنه که نگه و بیان نکنه، ولی اون شخص خودش قبل از اینکه بیان کنه باید این بخشش را انجام بده. اگر نگاه بکنیم در چنین جامعه‌ای بین افراد کاملا یک ارتباط دوستویه و مناسبه برقرار میشه، نه در این قسمت، در قسمت‌های مختلف دیگه‌ای که ما آداب و یا احکامی که وجود داره یا تشویق‌هایی که وجود داره معمولا دو طرف است، دو طرفی که با هم ارتباط دارند. به عنوان نمونه مثلا به دستورات اسلامی ما است که خانم‌ها حجاب بکنن، ولی خب از او طرف به افراد جامعه هم میگن که شما مراقب نگاه‌های خودتان باشید. این کاملا یک ارتباط دوستویه، یعنی این گونه نیست که مسئولیت بر عهده یک گروه از مردم قرار داده شده و دیگه سلب مسئولیت شده باشه از دیگه مردم، بلکه همه مردم در تعامل با هم دیگه مسئول هستن. کاملا درست است. بنابراین توکل بسیار مهمه و در این بخش و اون لایه های وقتی که نگاه توحیدی انسان، هرچه نگاه توحیدی انسان قوی تر باشه این توکل به خدا بیشتر وجود داره. ما میبینیم دیگه نمونه بارزش را در بین بزرگان دین خودمون، همونطور که آموزه هایی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یا اهل بیت به ما رسیده، دیدیم که حضرات حتی اگر خودشان چیزی نداشتن هم باز این نگاه و روحیه توکل باعث شده که اون حالت بخشندگی را داشته باشن. بله درست. بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر. اگر اجازه بدن یک میان برنامه کوتاه را ببینیم و باز بسیار زود برگردیم در خدمت شما بزرگوار باشم. بسیار تشکر. بینندگان عزیز ما، شماره تماس مثبت 964 780 255 4013 پول ارتباطی است بین ما و شما
و شما بزرگواران میتونید که همین الان هم از طریق واتساپ با این شماره در تماس شوید، و اگر کدام سوال در مورد برنامه خودتون در مورد برنامه امروز خاصتا دارید با همکاران از من در جریان بگذارید. قطعا به سوالات شما عزیزان و بزرگواران پاسخ داده خواهد شد. یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و بسیار زود در خدمت شما خواهیم بود. پروردگاران مرا بینشی عطا کن که تو را بشناسم، و دانشی بده تا خود را بشناسم. مرا صحتی ببخش تا از کار لذت ببرم، و ثروتی عنایت کن تا محتاج نباشم. مرا نیرویی بده تا در نبرد زندگی فائق شوم، و همتی ببخش تا گناه نکنم. مرا صبری عطا کن تا سختی ها را تحمل کنم، و طبعی عنایت کن که با مردم بسازم. مرا چنان بزرگواری ببخش که با دشمنم مدارا کنم، و بینشی عطا کن تا زیبایی های جهان را ببینم. مرا عشقی عطا کن تا تو و همه را دوست بدارم، و سعادتی بده تا خدمتگزار دیگران باشم. مرا ایمانی عنایت کن تا از دستورهایت اطاعت کنم، و امیدی ببخش تا از ترس و استراب بر کنار باشم. مرا عقلی عطا کن تا از خود نگویم، و معنویتی ببخش تا زندگی معنا داشته باشم. یا رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان. شما بیننده برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید، و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر خاوری بزرگوار هستیم. خانم دکتر خاوری، بحث در باب بخشش است، و اینکه چه نگاه، چه دیدگاهی نسبت به دنیا، چه ایدئولوژی داشته باشیم که بتونه بخشندگی رو در خودمان تقویت کنیم. و شما بسیار زیبا فرمودید که در نگاه اسلامی و در جهانبینی اسلامی یک نگاه بسیار نگاه کلی است. فقط به فرد نمیگه که تو وظیفه داری که بخشندگی داشته باشی، بلکه به تمام افراد، تک تک افراد را مورد خطاب قرار میده. هر کس یک وظیفه ای داره در قبال یک امر که همون بخشش باشه. ما به عنوان یک فرد وظیفه دارم که تا جایی که جا داره خودم رو در معرض صدقه و کمک دیگران قرار ندم، از هر کس کمک طلب نکنم، چرا که عزت نفس از من بسیار مهم هست به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرد مسلمان، و او رو نباید به راحتی زیر پای بگذارم. از طرف دیگه وظیفه افرادی که به کاری از دستشان برمیآید، به دستشان میرسه، ایست که توجه داشته باشن به دیگه افراد، که قبل از اینکه افراد مجبور شوند که دست خود به سوی دیگران، دست نیاز دراز بکنن، دیگه افراد باید که به اونها کمک بکنن. من به عنوان یک فرد وظیفه ایست که دیگران را مد نظر خودم داشته باشم، که خدای نکرده یک طوری نشود که من با اینکه در توانم هست که به دیگران کمک کنم، ولی افرادی پیدا شوند که اینها در اطراف از من هستند و نیازمند هستند، و با یک سختی میگن روی خود پود میکنم و دست خود دراز میکنم. انسانی که شریف باشه برایش سخت است این کار، کسی که عادت میکنه به این کار، گفته نمیتونم که تعدادشان کم هم هستن و زیاد نیستن، ولی انسانهای شرافتمند بسیار سخت است که دست نیاز به سوی دیگران دراز بکنن. من نباید کار به اینجا برسانم. قبل از اینکه این اتفاق بیفته، من باید کریم باشم و بخشش داشته باشم. کاملا درسته، و شاید در آموزه های ما تأکید بر این شده که
از حال همسایه خود با خبر باشیم، از حال فامیل. تأکید وسیله رحم شاید مقدارش به همین خاطر باشه که ما اطلاع پیدا بکنیم از احوال اطرافیان خود، و اونا قبل از این که اظهار نیاز بکنن و دست خود دراز بکنن، ما بتانیم کمک بکنیم و دستگیری داشته باشیم. درست. و نمونه بسیار بالای توکل ما حتی در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، که موقعی که به وسیله او پادشاه زمان خودش داخل آتش انداخته میشه، داریم که جبرئیل ظاهرا به حضرت میفرمایند که آیا نیاز و خواسته ای داری؟ حضرت ابراهیم جواب میده که از تو نه، من از تو هیچ خواسته ای ندارم، منظور ایست که من فقط از خدا میخوام. بعد جبرئیل بیان میکنند که خب خواسته خود از خدا بخوا. حضرت میفرمایند که همین که خدا من حال مرا میبینه، همین نیاز مرا میدانه دیگه، علمش مرا بی‌نیاز میکنه از اینکه من خواسته خود را بگم. و بعد از این قضیه ظاهرا مفسرین میفرمایند که آتش بر حضرت گلستان میشه. چون یک نفع این نمونه اعلای کسی است که خود کامل به خدا سپرده، کاملا در وسط آتش. بله. بنابراین توکل کردن دو اثر را داره، ای که من همیشه دست نیاز دراز نکنم، و یک این که اگر دیگران از احوال دیگران مطلع باشم و بدون براحتی این بخشش در من باشه. بله. این نمونه اول و عامل اولی که موجب میشه انسان با خیال راحت ببخشه و این حالت بخشندگی را داشته باشه. عامل دوم ما میگیم که مدیریت بر خواسته ها. حالا بعضی ها میگن که ما خواسته های من را کم بکنیم. به نظر میرسه که دقیق تر ای باشه که ما خواسته های خودمان را مدیریت بکنیم، طور نباشه که خواسته ها ما را مدیریت کنن، خواسته ها ما را بکشانن به سمتی که اونها برآورده شوند، بلکه ما به عنوان یک انسانی که عقل داریم، اختیار داریم، میتونیم بشینیم فکر کنیم، ضرر و مصلحت را بسنجیم، بر ای اساس خواسته های خودمان را مد نظر قرار بدیم و به دنبال رفع این خواسته ها برویم. بنابراین اگر ببینیم انسان‌هایی را که خواسته هایشان یک خواسته های مدیریت شده هستند، اینها انسان که متعادل باشند، کاملا درسته، اینها انسان‌هایی هستند که آرامش خاطر دارند، پس باعث آرامش خاطر میشه و زیاده خواهی، و اینکه انسان نتونه خواسته های خودش را مدیریت بکنه باعث حیرانی، سردرگمی، باعث هرس، باعث اصلا خیلی از جنگ ها، آوارگی ها، خیلی از بد اخلاقی ها، خشونت ها، اینها سرچشمهش همین زیاده خواهی است. یک انسان نتونه خواسته خودش را مدیریت کنه، ای که مگر یک انسان نیازی که در این دنیا داره مگر چقدر است که بخواد جنگ کنه، بخواد آسایش و آرامش دیگران را از بین ببره. خب دکتر، در باره همین مسئله که شما فرمودید، یک چیزی که به ذهن از من رسید که من یکی از دوستانی از من میگفت که من یک خانه در شهر کابل خریده بودیم، بسیار در این خانه خوش بودیم، در یک محله خوب، در یک جای خوب، و تمام تلاش خود وقف این میکردم که نمی خانه که ما تهیه کردیم را در بهترین وجه ای را آراسته کنیم و زیبا بکنیم، یک جای خوب برای زندگی باشه. و همین مسئله باعث شده بود که ما کمتر دست بخشش داشته باشیم، چون احساس نیاز میکردیم که ما الان به جایی که همینی پیسه را در یک نفر بدم، امیر یک چیز، یک گلدانی بگیرم و به تاق خانه خودم بگذارم که خانه زیبا شود. و همین حوادث اخیر کابل میگفت که مرا هوشیار کرد در این زمینه که هر لحظه ممکنه که همه چیز از دست از من بره. من حتی از نزدیکان خودم دریغ میکردم، حتی من فرصت نمیکردم که به دیدن نزدیکان برم، به خاطر که همیشه مشغول کار بودم.
که برای این خانه یک کاری انجام بدم و تمام نیازهای خودم و خواسته های خودم را تنظیم کرده بودم به سر پیراستن و زیبا کردن همین خانه. و بعد میگفت الان چون از طرف دیگه احساس میکنم که بسیار از چیزهایی که برای خانه خریدم ممکنه به درد از من نخوره، شرایط بسیار آشفته است به یک نحوی که انسان از فردای خودش امروز دیگه آگاه نیست به اتم معنای کلمه، و بنابراین میگفت هم دیدار دوستان و آشنایان برای بهتر و بیشتر اتفاق میفته و هم امی بخشندگی و ای که من اگر یک نفری ببینم نیاز داره و حتی یک نفری که مثلا تکدی میکنه در یوزه میکنه در خیابان، من با خیال راحت تر یک پیسه را یک چند افغانی را بدستش میدم. من امی از تأثیرات این حادثه برای این خانم این بود که وابستگی های خودش به دنیا را کم بکنه و همطور که بیان دیگه همطور که شما فرمودید نیازهای خود تشخیص بده، چون نیاز اصلی قطعا نبود، او تلاشی که برای او خانه میکرد و تمام خودش را وقف او خانه کرده بود. انسان باید دستبندی داشته باشه، در حدی از حد خارج نشه و افراط و تفرید هر دو موجب سقوط و هلاکت انسان هستن. حد میانه رو انسان باید رعایت کنه. کاملا درست است. بنابراین مدیریت کردن خواسته ها باز هم اود و اثری که گفتیم در بحث توکل رو هم باز داره. وقتی ما خواسته های خودمان رو مدیریت کنیم، باز ممکنه که در این دستبندی کردن نیازها پی به این ببریم که این نیازی که الان من حس میکردم این نیاز است خیلی نیاز مهمی نیست، من میتونم بدون این هم سپری کنم. و اثر دوم این که خب باز من اگر از خواسته های خودم بگذرم و مدیریت بکنم، خب خیلی از خواسته های من که اولویت نداره میتونم بگذرم کنار و از او میتونم بخشش بکنم به انسان های دیگه که نیازهای درجه اولشان مانده. درست است؟ به عنوان نمونه ای که من میتونم در یک خانه کوچکتر زندگی کنم یا همین خانه ای که دارم خیلی خرج نکنم فعلا، که اوضاع وقتی که بسیار نابسامان است، افراد زیادی ممکنه که پیسه نداشته باشن و گذران زندگی خود نمیتونن داشته باشن، قضا برای خوردن ندارن، جا برای سکونت ندارن، بنابراین خب من این مخارج اضافی را بدم و به عنوان بخشش به این افراد که این افراد بتوانن نیازهای درجه اولشان را تأمین و برآورده کنن. و به ویژه خانم دکتر در کشوری مثل افغانستان و به ویژه در شهری مثل کابل که فاصله بین مردم بسیار زیاد است، یعنی حقیقتا یک نفر ممکنه که در یک شب صدها افغانی، هزاران افغانی خرج یک نانی که شب میخوره شود و یک نفر دیگه حتی یک قرص نان نداشته باشه که به اولاد خودش بده. درست است. و این نیاز و این مدیریت کردن خواسته ها در بین افرادی که خب در کشورهایی که مشکلدار هستن زندگی میکنن باز بسیار ضروری تر است. درست. چون افراد فقیری و افراد نیازمند بیشتری در بین اونها وجود داره و این هم مد نظر خود ما داشته باشیم که یک قانون است که اگر خواسته های ما رو مدیریت نکنیم، خب خواسته بیش از حد داشته باشیم، منجر به این میشه که انسان دست خود رو پیش دیگران دراز کنه و انسان وقتی که دست خودش رو پیش دیگران دراز کنه میگن به عبارتی زبانش کوتاه میشه. خب ما مجبوریم که دیگه چیزی نگیم و آنچه که دیگران میگن انجام بدیم. حتی اگر حرف ناحق بزنه حتی اگر ناحق بزنه ما مجبور هستیم چون دست از ما دراز است زبان کوتاه میشه. کاملا درسته. و هر چی بگن مجبور میشیم به خاطر او خواسته ها انجام بدیم. اینجاست که میشه خواسته ها ما رو مدیریت میکنن. ما مدیریت خواسته ها رو انجام ندادیم. وقتی انجام ندیم و ما مدیریت نکنیم، خواسته ها ما رو مدیریت میکنن. در واقع کربلا خانم دکتر در تاریخ هم ثبت شده که برخی از این افراد به خاطری که احساس نیاز میکردن به او مال و اموال، به ای که ملک یک شهر را بگیرن و حکومت یک جای دیگر را بگیرن، این خواسته ها و این نیازهای غیر واقعی اونا را مدیریت کرد و در حالی که خودشون واقف بودن که نمی جنگ ناحق است، ما در برابر نوسه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سفارایی کردیم و کار ما کار درست نیست، باز این کار انجام دادن. منشأش یکی از منشأهاش همین زیاده خواهی در انسان است.
و ما شاهد بودیم افرادی را که این زیاده خواهی، عدم مدیریت خواسته ها منجر شده، منجر به این دسترازی ها شده. مواردی را سراغ داریم که حتی مثلا شما فرض بکنید که شاید برای شما بسیار جالب باشه که شخص مثلا برای آرایش کردن مثلا پول نداره. این شنیدیم واقعا که از دیگران درخواست پول کردن که به من پیسه و پولی بده که من خود آرایش کنم برای فلان مجلس. یعنی شخصیت خودش را زیر سوال میبره، خود خورد میکنه، بعد تای پای یک نفر میندازه، عزت نفس خودش را خراب میکنه به این خاطر که برای یک مجلسی که میره آرایش بکنه یا اینکه فلان لباس را تهیه کنه. در صورتی که آرایش کردن نیاز اصلا به هیچ عنوان نیاز درجه اول یا حتی دوم محسوب نمیشه، جزء نیاز. حالا اگر جزء اسمش رو بگذاریم نیاز، میشه جزء رده های بسیار حالا بالاتر. بنابراین این ناشی میشه از اینکه انسان وقتی احساسات خودم مدیریت نکنه، احساسات حتما او رو مدیریت میکنه. نمونه بارزی رو نمونه آرایش کردن رو گفتیم، یا افراد دیگه که مثلا مراجعه کردن که پول قرض بگیرن که یک کدام وسیله رو بخرن برای منزلشان، در صورتی که وقتی که نگاه میکنیم اون وسیله خیلی نیاز ضروری نیست، میشه بدون اون وسیله هم سر کرد و گذران زندگی کرد، ولی باز هم شخص احساس نیاز کرده ولی مراجعه کرده و از دیگران درخواست هایی داشته، درخواست های مکرری که موجب به این میشه که انسان عزت نفس و دچار خاری بشه و عزت نفس خود از دست بده. متاسفانه بله. خانم دکتر، در حد 2 دقیقه اگر یک جنبندی بفهمید، یک نکته دیگه اگر دارید در خدمت شما هست. در قسمت کاستن از خواستان ممکنه که گفته شود که خب ما چه کنیم، با چه نحو خواسته های خود را مدیریت کنیم. خب شما به ما میگید که خواسته هایتان مدیریت کنید، به چه شکل مدیریت کردن به چه شکل است؟ یکی اول بیم نگاه بکنیم خواسته های ما و نیازها. خواسته با نیاز متفاوت است. بریم بیم نیازهای ما با عنوان یک انسان چیست، اینها اولویت بندی بشن، چون خب همه نمیشه که با هم دیگه برآورده شوه. برای اینها رو اولویت بندی کنیم. بعد از اینکه اولویت بندی کردیم، بریم به سمت تأمین این نیازها. و این هم بارها گفته شدیم که ما از کجا تشخیص بدیم که این نیاز واقعا یک نیاز اساسی و ضروری است. بله، چون مثلا تهیه غذا هم خام دکتر یک نیاز است، اما آرایش کردن هم که شما فرمودید خب یک نفر ممکنه احساس نیاز بکنه، یک نیاز است، اما اینکه تشخیص بده که کدام یک از این نیازها یک نیاز ضروری و اولی است، شاید برای برخی از افراد دشوار باشه. یک فرمول اینجا برای بینندگان عزیز عرض میکنیم که راه تشخیصش ایست که ما ببینیم اگر برآورده نشه اون نیاز، چه ضررهای جسمی و روحی بر من انسان وارد میکنه. مگر کدام وسیله‌ای در خانه نداشته باشم، خب میدونم که اگر خیلی ضروری نباشه، میدونم که میتونم گذران زندگی خودم بکنم، از نظر جسمی و روحی به من هیچ صدمه‌ای وارد نمیشه. خب بنابراین نیاز ندارم که اگر حالا پول پیسش در توان خودم نیست، از دیگران هم نیاز نیست که برم قرض بگیرم. بنابراین با این نگاه میریم جلو که باید ببینیم چه ضررهایی را به جسم یا روح ما میزنه اگر این نیاز را برآورده نکنیم. مثلا خب انسان اگر غذا نخوره، مشخصه جسمش به خطر میفته و انسان دیگه نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. بنابراین غذا خوردن جز نیازهای اساسی محسوب میشه. این پس راه و روش تشخیص. و یک راه دیگه که انسان بتونه احساسات خودشان مدیریت بکنه، یک نگاه به قیامت و معاد داشته باشه. انسان یک نگرش ایب داشته باشه که ما اینجا ماندگار نیستیم و بعد از یک مدت معینی منتقل میشیم به یک دنیای دیگه. خب وقتی که همچی حس را داشته باشیم، مثل یک حس یک مسافری که وقتی ما به مسافرت میریم، خب قرار نیست که همه چی با خودمان ببریم. اگر شرایطم یکم سخت باشه،
باز مدارا میکنیم، میگیم این تمام میشه و میگذره. و فقط به بردن وسائل ضروری اکتفا میکنیم. بنابراین ماندن ما در دنیا هم به این شکل است. اگر اون نگاه معاد باوری و نگاه و قیامت را در خودمون دنیا یک مسافر داشته باشیم و یک نگاه موقتی بودن به زندگی دنیا داشته باشیم، باز هم این بحث کاستن از خواسته یا مدیریت کردن خواسته ها در ما بهتر باشد. بسیار تشکر میکنم از شما و همچنان از شما بینندگان عزیز هم بسیار تشکر میکنم که بیننده برنامه خودتان بودید. عزیزان به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم. ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. ما هم برای شما عزیزان دعا میکنیم. اللهم اجعل عواقب امورنا خیر الهی. آمین. به امر کارشناس محترم خانم دکتر خاوری از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.